با درود خدمت همراهان گرامی، با بخش اول از سرگذشت شاه اسماعیل دوم، سومین بنیانگذار سلسله صفویان در خدمت شما هستیم. لطفاً برای حمایت از ما کانال دانستنی ها را سابسکرایب نمایید. شاه اسماعیل دوم سومین پادشاه سلسله صفوی بود که به مدت یک سال و نیم بر ایران حکمرانی کرد. از دیدگاه مورخان شاه طهماسب به یکم پدر وی به دلایلی مختلف به منظور دور کردن پسرش از دربار، همچون نگرانی از دست دادن تاج و تخت و جنگ طلبی های فرزندش علیه امپراتوری عثمانی، او را به حاکمیت هرات منصوب کرد. اما خودسری و ناسازگاری اسماعیل با حاکم هرات و دستور جهت جمع آوری سپاه از طوایف برای لشکرکشی به عثمانی و همچنین بیشتر شدن محبوبیت اسماعیل میرزا پس از پیروزی های مختلف بر عثمانی ها نزد مردم، به خصوص سپاه قزلباش، حسادت یا نگرانی شاه طهماسب از ترس گرفتن منصب پادشاهی توسط اسماعیل میرزا و به سطوح آمدن شاه از لنگاری و عیاشی های شاهزاده اسماعیل باعث شد که شاه طهماسب به یکم اسماعیل میرزا را حدود 20 سال در زندان حبس کند. آیا می دانستید شاه اسماعیل دوم پس از مرگ پدر در مبارزه برای کسب جانشینی و همچنین پس از تاجگذاری و به منظور تثبیت قدرت کشتارهای بسیاری انجام داد و بسیاری از خاندان سلطنتی را به قتل رساند؟ او با وجود انجام منکرات فردی مذهبی و پیرو مذهب شیعه بود. وی در جوانی در محضر عالمان شیعه قواعد و اصول مذهب شیعه را آموخته بود. وی چون یک پادشاه بود و حفظ حکومت برایش از مهمترین امور محسوب می شد، در سرآغاز سلطنتش برای کوتاه کردن دست علمای پرقدرت در آن مقطع زمانی آنان را تحقیر یا به زندان یا تبعید کرد. به روحانیان اهل سنت اهمیت زیادی داد و از آنان حمایت کرد. اما از آنجا که مذهب تشیع در آن هنگام کیش رسمی و عرفی جامعه بود و در میان قزلباشان و عامه مردم محبوبیت داشت، شاه اسماعیل دوم قادر نبود بیش از پیش بر سیاست انعطاف و مسامحه خود با سنیان پافشاری کند. لذا با یک تاکتیک سیاسی تغییر خط مشی داد و کوشید اعتقاد خود را به مذهب تشیع را آشکار دارد. آیا می دانستید در دوره شاه اسماعیل دوم مرزهای کشور آرام و جان و مال مردم از گزنده گذر سپاهیان و یورش بیگانگان در امنیت بود؟ شاه اسماعیل دوم به دلیل اینکه از نفوذ و قدرت سران طوایف قزلباش در هراس بود، دست بسیاری از آنان را از کارهای لشکری و دولتی کوتاه کرد و جوانان خام و کم تجربه را به جای ایشان منصوب نمود. او در دوران زمامداریش هیچ جنگی برپا نکرد و جز ازبکان که یک بار به نیشابور حمله کردند و شکست خوردند، هیچ نیروی بیگانه ای به شهرها و روستاهای ایران تجاوز نکرد. در دوران پادشاهی او بین عثمانی و ایران هرگز جنگی اتفاق نیفتاد، اما روابط دو دولت همواره متشنج بود و صلح بیشتر به آتش بس شبیه بود. شاه اسماعیل دوم برای نخستین بار نماد شیر و خورشید را به رنگ طلایی بر روی پرچم ایران سوزن دوزی کرد. این پرچم تا آخر دوره صفوی نیز درفش رسمی ایران بود. آیا می دانستید اسماعیل میرزا، یعنی شاه اسماعیل دوم و محمد میرزا که بعد از وی شاه ایران شد، به نام شاه محمد خدابنده هر دو از یک مادر بودند؟ محمد میرزا پسر اول و اسماعیل میرزا پسر دوم شاه طهماسب بودند. شاه طهماسب 12 پسر و 8 دختر داشت. اسماعیل دوران کودکی خود را در دربار گذراند و از آنجا که محمد خدابنده در کودکی نایب السلطنه خراسان شد، به همراه لله خود به هرات فرستاده شد. اسماعیل میرزا تنها پسر شاه طهماسب بود که به مدت 20 سال در نزد وی و در دربار قزوین به سر برد. بنابراین بسیار از مهر پدر برخوردار شد. اسماعیل در دوران کودکی فنون سواری، تیراندازی، به کار بردن سلاح‌های جنگی و همچنین خواندن و نوشتن را آموخت.
اسماعیل میرزا در سن 14 سالگی برای نخستین بار منصب سیاسی گرفت. وی در سال 1547 میلادی به جای القاس میرزا نایب السلطنه شیروان شد و گوجه سلطان قاجار را به عنوان لله و وزیر همراه وی کردند. در شیروان اسماعیل میرزا با واحدهای قزلباش توانستند قوای شیروان شاهان را شکست دهند. جنگ صفویان و عثمانی. آیا می‌دانستید پس از درگیری اسماعیل میرزا و عمویش القاس میرزا در سال 1547 القاس میرزا به امپراتوری عثمانی پناهنده شد و سلطان سلیمان را به حمله به ایران ترغیب کرد؟ به همین سبب در سال 1548 میلادی ارتش عثمانی برای بار سوم به ایران یعنی تبریز حمله کرد. در این جنگ شاهزاده اسماعیل میرزا نیز به سپاهیان پدرش پیوست. در نبرد قارس شاه طهماسب اسماعیل میرزا را با 7000 نفر به سوی استحکامات قارس فرستاد. در روز 27 اوت 1548 میلادی سپاه شاهزاده اسماعیل میرزا با قوای عثمانی مواجه گردید. در این نبرد ارتش عثمانی نیمی از قوای خود را که در مجموع 4000 نفر بودند 2000 نفرشان را از دست داد و کشته شدند. همچنین 5000 کارگری که برای تعمیر قارس آمده بودند همگی به قتل رسیدند. آیا می‌دانستید در حمله‌های سلطان سلیمان به ایران برخی از امیران کرد با نیروهای عثمانی همکاری کردند؟ شاه طهماسب برای سرکوبی آنان اسماعیل میرزا را به آنجا فرستاد که اسماعیل میرزا با غارت اموال کردها آنان را سرکوب کرد. بعد از آن واقعه بود که شاهزاده اسماعیل میرزا سمت سرفرماندهی سپاه قزلباش را بر عهده گرفت که 8000 نفر تحت فرماندهی وی قرار گرفتند. در زمستان سال 1552 میلادی هنگامی که اسماعیل میرزا 19 سال داشت با سپاه 8000 نفره خود به سمت شمال غرب به راه افتاد که این لشکرکشی در حقیقت نخستین رزم واقعی وی با ارتش عثمانی بود. طرف مقابل اسماعیل میرزا اسکندر پاشا بود که در قلعه ارزروم سنگر گرفته بود. قصد اسماعیل میرزا بیرون کشیدن اسکندر پاشا از درون قلعه بود. اسماعیل میرزا قوایی را که در اصطلاح آن موقع جلودار می گفتند به شتاب بیشتری به سمت ارزروم روانه کرد. در پاسین که در شرق ارزروم واقع از قوای عثمانی مستقر بود. جلوداران لشکر صفوی در نبردی آنها را شکست دادند و استحکامات هم ویران گردید که به دنبال آن قوای عثمانی به ارزروم عقب نشستند و سپاه ایران به سمت آنجا حرکت کرد. آیا می دانستید اسکندر پاشا تصمیم گرفت پیش از رسیدن قوای ایرانی به پشت قلعه جنگ را در خارج از شهر برپا کند؟ به همین منظور دو سپاه ایران و عثمانی با یکدیگر در نزدیکی ارزروم درگیر شدند. این درگیری تقریباً بی نتیجه و برابر بود که سپاه ایران به سمت شرق و به سوی تنگه ها و آبگند ها عقب نشینی کرد. در ظاهر پیروزی با عثمانی ها بود که ناگهان اسماعیل میرزا با نیروی تازه نفس از کمینگاه به اسکندر پاشا و افرادش یورش برد. قوای عثمانی به سمت قلعه عقب نشست که با تلفات سنگینی شکست خوردند. این پیروزی که در ارزروم با فرماندهی اسماعیل میرزا به نفع ایران به وقوع پیوست شهرت و محبوبیت بسیاری برای اسماعیل میرزا نزد قزلباشان به وجود آورد. پس از این نبرد اسماعیل میرزا به ارجیش که واقع در کنار دریاچه وان بود رسید. به دستور اسماعیل میرزا جمجمه های ترکان را که در نزدیک ارزروم به دست آورده بودند در برابر قلعه آویختند و این جنگ روانی باعث سقوط قلعه و نابودی استحکامات گردید. آیا می دانستید یک سال پس از پیروزی شاهزاده اسماعیل در ارزروم به دستور شاه طهماسب اسماعیل برای پاسخ به نامه اهانت آمیزی از جانب سلطان سلیمان به مناطق وانبستان ارجیش در ارمنستان حمله کرد و آنجا را غارت نمود؟ در خلال جنگ های ایران و عثمانی اسماعیل میرزا روزی دستبرد سنگینی به سپاه عثمانی زد به طوری که 3000 شتر تجهیزات آمادی و خاروبار را از سپاه عثمانی می رو باید.
اسماعیل میرزا در تمام نبردهایی که با عثمانی ها در سالهای جوانی داشت پیروز شد که این پیروزی های وی تا سالها در ذهن مردم به ویژه نظامیان قزلباش جای گرفت. شاه اسماعیل دوم سلحشوری توانمند با امتیازات عالی در طول نبردهای شاه ده ماسبه یکم با سلطان سلیمان یکم عثمانی بود. اسماعیل میرزا در مجموع 4 بار حمله سلطان سلیمان پادشاه قدرتمند عثمانی به ایران را دفع نمود و از خود رشادت ها ابراز داشته و پیروزی ها به دست آورده. از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید سپاسگزاریم. لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایید و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید.